این ماشینی که اینجا دارید میبینید فراری 488 پیستا اسپایدره، مدل سال 2021 که قیمت این ماشین 650,000 یوروه. ماشین بچه ها امیده، یکی از بچه های ایرانی گل فرانکفورت که تو ویدیوی قبلی ما رو همراهی کرد. امید جان از این ماشین چند تا تولید شده؟ 1000 تا. تو کل دنیا. این ماشین بچه‌ها فراری فقط 1000 تا ازش ساخته و فراری مشکلی که داره اینه که مثلا بهت نمیگه که این ماشین چندمیه. حدسم نمیشه زد. حتی اینکه 1000 تا فراری هم آفیشیال نمیگه بهمون. قیمت این ماشین رو من الان به شما گفتم. قیمت خریدش چند بوده؟ ببین قیمت کارخونه ماشین تو سال 2021 450,000 یورو بوده. امروز قیمت این ماشین تو بازار 650,000 یورو. با اینکه دست دومه. یعنی 200,000 یورو بعد از 3 سال گرون‌تر شده. پول میاره دیگه. دقیقاً. بریم بچه‌ها دیزاین ماشین از بغل ببینیم. اول از همه امید، من باید بهت بگم من عاشق لامبورگینی و فراری ام. مثلا من اگه یه روز دو دل بشم لامبورگینی و فراری، من فکر کنم لامبورگینی رو بخرم. ولی خب دلم خیلی پیش فراریه. نظر تو چیه؟ فراری یا لامبورگینی؟ تو چند سالته؟ من 28. تو جوونی هنوز. واسه تو الان لامبورگینی خوبه. چند سالته امید؟ من 37 سالمه. حالا ولی 37 سالمو جوونی دیگه. نه مثلا تو موقعی که جوونی بیشتر لامبورگینی رو سوار شو، بعد یکم که سنت رفت بالا سوئیچ کن رو فراری. به نظر سوش کنیم و من توضیح بده لطفا. مثلا من دارم میبینم که من اینو نمیدونستم. دست تو میتونی بکنیم این واسه ایرودینامیک ماشین. ببین تو اتوبان که سرعت بری خب واسه ایرودینامیک باد از اینجا میره تو، از اینجا رد میشه رو ماشین و ماشین رو فشار میده به پاشیم، بهش میگن داون فورس. الان بچه گوشی منو ببینید، مثلا من گوشیمو خیلی راحت میتونم اینجا رد کنم. دقیقاً باد ادامه داره از بالای ماشین، ها میبینی سقفشو؟ آره سقفش هم شیار داره، دارم میبینم. بعد میره این پایین رد میشه، درسته؟ رد میشه از اینجا، بعد از اینجا دوباره میره پایین، از اینجا بچه ها دیزاینش خیلی خفنه، مخصوصا عقبش. ببین این معمولا مثلا ماشین فرمول 1 و اینجور چیزا دارن. بعد اسم این ماشین هم هست پیستا، درسته؟ پیستا سپایدر. یعنی چی؟ پیستا خب همون ریس تریک میشه، یعنی پیست ماشین پیست، همون پیستی که شما میگین. اسپایدر هم چون که سقفش کروکیه باز میشه. بچه ها سپر عقبش کربونه، دیزاینش خیلی خفنه، اگزوزش که اگزوز عاطفه است خیلی خوشگله. بچه ها بریم ببینیم که صدای اگزوز این ماشین چطوره و بعدش بریم سراغ جزئیات دیگه اش. یه دستمال تو جیبت نداری؟ من ارضا شدم. یه تسلا سوار ارضا کرد. نه تمیز نمیخواد. امید خطرناک بود. بچه‌ها صداش خیلی خفن بود. بعد ولی من اینجا دیدم کیپسش باز و بسته شد. درسته؟ مودش عوض کردی؟ خیلی جالبه. کیپسش مثلا باز و بسته میشه که صدام کم و زیاد بشه. به نظر من خیلی جالبه. صداش خیلی خفنه. رینگاش اورجیناله اینجوری. آره رینگا از کارخونه طلایی ان. این وسطش کاربن فایبره. دیسکش هم کاربن بعد باشه. دیسکش کاربن سرامیکه. رنگ آبیش میشه بلو تو دو فرانس و این خط زردی که رو ماشین رنگ شده فقط همین خط 25000 یورو. 25000 یورو. آره پولشه. مثل رولز رویزی که میان با دست میکشن، یعنی که ماشینیه. نه ماشینی تو کارخونه فراری. اوکی ولی یه خط شما از کارخونه فراری بخواد 25000 یورو پولشه. 25000 پول این خط. ببین اینجا شروع میشه میره تا همون جلو تا زیر. ولی این خطا رو خب توی ماشین هم میشه دید، درسته؟ آره صندلیاش هم هست. بعد اینم جزء همون 25000 یورو. نه تو دودیش خب اضافه، یعنی پول تو دودیشو اضافه میگیری. یعنی بچا آدم اینجوری میره شرکت فراری بعد اینجوری میاد بیرون. خوشت میاد. امید من ببین فراری رو فقط تو استوریا دیدم. حالا تو فراری 488 ننشستم. تو ویدیو قبلی تو اون فراری نشستم. ولی این زمین تو آسمون فرق داره. این خب فرق میکنه. اینا خیلی اسپشیالن ماشینا. 488 معمولیش هست. بعدش پیستا میاد. پیستا لایت ویت میشه. یعنی وزن ماشین آوردن پایین، پرفورمنس ماشین میره بالا. 720 تا اسب بخار داره و پیستا اسپایدر هم یعنی سقفش باز میشه. بچا بیا از داخل شروع کنیم. اول از همه از اینجا. پنجرهش که دوجی داره سه جوری نه یه دونه است ولی صدا توش میاد خدایش. آره کلی خیلی صدا توش میاد. مردم به خاطر سر و صدا اینا نه صدا صدای اگزوز من نمیگم، مثلا صدا باد و اینا. اتاقش ساکته یا نه؟ چون پنجرهش یه لایه فقط داره. اوکی ولی شیشه‌اش میتونه بهتر باشه. بچا اینجاش مخمل اصله. خب حتی اینجا نوشتن چی؟ ایربگ نوشتن. خب حالا یه بار ما خواستیم یه تعریف بکنیم. حالا اشکال به خودم یا زایمون کنی. بیوزم تو سرم. در ماشینم کربن اصله و اینجا حتی این خط زرد رو دارید می‌بینید. دستگیره درش متأسفانه اینجوری، این فکر کنم یارو تو تاکسی باش کار می‌کرده صاحبش، بعد مسافرها اینو کشیدن و خرابش کردن. صندلیش هم صندلی اسپورته. قشنگ معلومه که وزن ماشین خیلی کمه. خودتون ببینید پشت صندلی بچه‌ها کربن اصله، خیلی سبکه. خیلی سبکه. بعد خطر صندلی این خطه. و بچه‌ها اینجوری نگاه کنید، حتی زیر فرشش هم آلومینیومه واسه اینکه وزن ماشین کم بشه.
بشه و خیلی خفنه، خیلی خفنه. اوه جان اجازه میده من داخل بشینم؟ مال خودت، بفهم بفهم. سندش حالا کلیدو بهت میدم، سندو بعدا. من تعارف ندارم، من تو آلمان بزرگشم، تعارف یاد نگرفتم. از اینجا با لغت بیرون بشین. بچا بریم سقف ماشین رو باز کنیم، براتون تایم میذارم زیر ویدیو که ببین چطور میشه. چطور میشه به نظرم؟ زیر 20 ثانیه. زیر 20. من همین حدسو دارم. من میگم زیر 10 ثانیه حتی. تمام. خیلی سرعتش خیلی بالا بود. اوکی یعنی پشت چراغ قرمز دارم میتونه راحت صفو باز کنم. البته بهت بگم اونی که این ماشینو میخره واسش اصلا فرقی نمیکنه چقدر طول میکشه. اینو راست میگی. منم فرق نمیکنه. واسه تسلا سوار میدونم فرق میکنه دیگه. بزن تو سرم، بزن تو سرم. بچا دیزاینش خیلی خفنه. توش که میشینی خیلی باله. زمین تا آسمون مثلا با لامبورگینی ماشین دیگه فرق داره. بعد اگه دقت کنید مثلا بگم فرمونش اینجوری اینجوری باشه. بزن بچه ها دنده ماشین باید اینجا باشه اگه اشتباه نکنم و اینم زیرش خالیه، یعنی اینجا فقط سه تا دکمه هست زیرش هم خالیه. الان یه سوال دارم، مثلا تو این کافه چیزی بخری خب کجا میذاری کافت؟ اینجا چون که کلیدو اونجا که گذاشتی اشتباه است. آره میدونی الان توی این ماشین چی باید بخوریم؟ نه باید کافه بخوریم، باید اسپرسو بخوریم. آفرین، اسپرسو باید بخوریم چون که جای کافی رو نداره، خیلی کوچیکه. کلید سویچش هم میذاری اینجا، خیلی با کلاس. داشبورد ولی نداره، نه داشبورد نداره ماشین، این نداره، پیستون نداره. 488 داره ولی پیستون نداره. بذار استارت بزنم. مهران جان قبل از اینکه استارت میزنی یه سوالی ازت دارم. بالاترین سرعتی که تا حالا رفتی چقدره؟ 262 100 تا رکورد بزنی الان میندازی ماشینو تو جاده. ببین به شرطی که اتومبیل خربت بشه. چون آقا یهو دیدی 300 رفت یه پولو اومد جلوت. باش بریم. بچه‌ها ما استارتو بزنیم. مهران اینجا چی نوشته؟ SRS airbag. اینو برادم SRS airbag. ولی چه صدایی داره. هولی شیت. ببین اینجا که میشینی صدای اگزازش از پشتم خیلی بیشتر میاد. اصلا احساس قدرت به آدم دست میده. خیلی خفن. خب بریم یه دور خفن باش بزنیم. مهران جان این چیه دادی دستم؟ دوربینه. آها دوربینه. بچه امید یوتیوبر آلمانیه و تیم فیلم برداری داره. خب اینا رو نمیشناسه، میان ازش فیلم میگیرن دیگه. وایسا لیفتشو بده بالا. وای یعنی ماشین لیفت هم داره؟ آره ماشین باید لیفت داشته باشه وگرنه اینجا میزنیم. خب الان داره میره بالا درسته؟ بله. برم راست؟ آه برو راست داره. من میترسم کفش بگیره. لیتس گو. الان لیفتو بده پایین. واقعا؟ جای گیر نکنه. نه دیگه گیر. در حین رانندگی میشه داد پایین. آقا ما سقف ماشین هم بستیم. الان دیگه ازت انتظار دارم 300 تا سرعت بدی. الان دیگه واقعا باید برم 300 تا. ولی جلو رو ببینید خیلی اتومبیل شلوغه و من دارم 103 کیلومتر میرم. بیشتر از اینا نمیتونم برم. خودش نمیتونم برم. چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ پرواز کنم. والا یکم فاصله با جلویت بذار آخه. هنوز یکم بذار. خب. الان میشه. برو. اوکی. سرعت رو بگیر. 105 تا. اوه. 150 180. برو ترمز نکن، نگفتم بهت ترمز کن. برو نزن. پیچه 218. آقا دیگه واقعا بس ماشین جلومونه. امید دهن سرویس. ماشین مال توه. من این بغل نشستم، من بیشتر دارم میذارم. تو چرا نمیترسی؟ آقا من خیلی دیگه ریلکس شدم رو ماشین دیگه. خب کارم دیگه، دیلی بیزنس هم کارم. الان مثلا من یه عادتی که دارم اینه که چون که ماشین خودم نیست اون احساس امنیت رو ندارم. ببین چی میگم؟ مثلا من الان اگه 300 تا میخواستم برم، اوکی اگه اتومبیل خالی بود چرا انجام میدادم؟ ولی چون که اتومبیل خالی نیست مثلا میترسم چون یه نفر دیگه به خطر بندازه. 220 تا با این ماشین تونستیم بریم. سواریش خیلی خوبه. اصلا ماشین فقط میره. سفته. یعنی دقیقاً همون احساس اسپورت بودن ماشینو به دست میده و خیلی خفنه. حالا لامبورگینی یا فراری مهران جان؟ هوراکان یا 488؟ این 488 از اون هوراکان خیلی بهتره. چون که اون خب لیمیتد نبود. اون چه می‌دونم پول آپشن نبود، معمولی بود دیگه. ولی خب بعد یه هوراکانه. لیمیتد خیلی خفنه سوار بشم بعد بهت بگم. آقا ببین فراری یکم کلاسش بالاتره. هوراکان یکم خشن‌تره. یکم درست میگی. صدا اگزوزش خشنه، می‌دونی؟ صدا اگزوزش هم خفن. خیلی جنگیه. جان من ببین منو سالم برسون به الینا. بچا ببینید که امید چیکار میکنه. ولی آدم این بغلم میشینه خب بیشتر استرس میگیره و منم تا الان 300 دهنتو از همین ها شروع کردی. من با تاکسی میام. جان من بزن کنار، من پیاده میام. کم ترسو هستی ها؟ نه ولی برو نه من علی هیجانم کم نمیخوام. کاری نکردم، فقط دارم یکم باز و گوزش میدم. اوه 160. هولی شیت. 230
234 مای ماشین اومد. امید اون ماشین اومد. الله اکبر. 234 تا داشت میرفت ماشین اومد جلو. هیچ صدا باهاش. آره امید صدا خیلی باحال. توالت نداره ماشینت؟ من دارم میبینم تو خودم. صدا ماشینو میشنوی؟ شاید آخرین چیزی باشه که بشنوی. وای امید مرسی که داره من انرژی میدی. 160 200 ببین ماشین جلوه. ببینید بچه‌ها. یکی اومد آقا اینا هی میکشن جلو اصلا نمیشه سرعت تا آخر رفت و امیدوارم که شما هم درک کنید بچه‌ها واقعا قرار بود که 300 تا رو بریم ولی نمیشه خیلی شروع به آتوبان بچه‌ها امید امروز می‌خواست منو بکشه ولی نتونست ببین تمام تلاششون کرد ببین با این ماشین چقدر رفته بودی؟ من 300 تا بیشتر رفتم آتوبان ولی خالی بود دیگه و در اصل بچه‌ها خیلی ماشین خفنیه حس اون سوپرکار بودن رو به دست میده و بهت گفتم از یه قابل نداره جدی واقعا کلیدش نه تعارف مارو آلمانی من میخوام شما مشکل باشه با همسر میشه حساب کنم همسر چیه همسر دارم 100 میلیون دارم حالا نگاه میکنم به بانکم زنگ میزنم میپرسم ببینم همسر چیه نه نیازی نیست بپرسین همینجوری ببین بابا همینجوری ببین ببین این همسر من سر 12 میلیون امید برای خودت فقط ببین هر 3 ساعت یه بار سنگشتی اینجوری کن خب آقا اوکی دیگه بعد دفعه کلید فردا شروع میشه گفتی دیگه با همسر میشه خرید کردم اوکی بانک بابا ردیفه چقدر 112 میلیون بعد ببین سنگشتی بزنم هر 3 ساعت یه بارم وارد شد پروفیتتو جمع کن خب قربونت قربونت برم آره بشه بگذره مبارکت باشه قربونت برم عشق من ما هم بریم این همسر رو خرجش کنیم بچه بزرگترین کلاه برداری تاریخ رو کلاه برداری چرا 112 میلیون همسر به من داد آره 100 درصد اینو باید یه تیتاپ نمیتونی بخری یه کیک داره میره داره میره